عزیزای دل سلام، وقت همه تان بخیر، خسته نباشین. امروز فاطمه جانم میبینیم که یک لباس جدید بر خود طرح کرده، یک لباس جدید پوشیده، یک لباس سنتی قدیمی. شما جودانیش هم میبینین، واسکتش هم میبینین، ای چادر مقبول خوش رنگش هم میبینین و ای بخملی زیبا رو میبینین. واقعا زیبای به نظر ما، واقعا قشنگه. دیگه او دختر، تو از کجا کردی؟ تر از کجا کردی؟ چرا رقم جور کردی تو؟ دوستای نازنین ما سلام، وقتتان بخیر. خدا کنه که سرحال و شاد و موفق باشین. عزیزا، من دوباره برگشتم با یک لباس جدید که امیدوار هستم که ایران دوست داشته باشین، خوشتان بیایم. که البته لباس از خود مردمی هست که می پوشن هنوزم، از قدیم تا به حال خانمای لباس هنوزم می پوشن. دیگه ما ایرا میکس کردیم چیزای مختلفه که باز برتان دانه و دانه کلچه میگم. از چادر شروع کنیم؟ خب از چادر شروع کنیم یا از دمپایی شروع کنیم؟ نه، از چادر شروع کنیم. چادر ما یک نقل برات بیتم. خب کی لباس یکی از قدیمی ترین لباس های مردم ماست. مردم ما در سابق می پوشیده و حالا هم کم کم رواج بود و فعلا رواج بیشتر شده دیگه. خب این حالی تو بر ما شهر بیتی که چادرش چی هست؟ ای جودانه نمیفهم، جودانه سلسله یا شرشره چی هست؟ ای واسکتش، ای بخملی که جور کردی، همهش قشنگه. تو بر ما شهر بیتی. خب عزیزان، این چادر را که در سر من میبینیم تکیش که هست آرگندی هستن، تکیه خوب نازک و سرد که از این میگیرن، برنگ های مختلفش وجود داره. باز در روی از این یا گلدوزی میکنن، یا گراف دوزی میکنن، یا دست دوزی میکنن. خب که این که هسته، این مدل ماشینیش هسته. خب اینمی گلایی که هسته، نه این ماشینی هست؟ این ماشینی هست؟ نه، این ماشینی هست. خب آره، این ماشینی هسته. دیگه گفتم که انواع و اقسامش وجود داره. مردم نظر به لباس که می پوشن، بزرگ هم رنگ لباس خودشان می گیرن. و از او که از چادر که بگذاریم، اینی واسکت که به جان من می بینید، ای را اکثرا اینجا میگن آجایا، که منظور همون مادر کلانا یا کسایی که سنشان زیاد است می پوشن. ولی فعلا که هستا، من خودم چون جوان هستم، خب خواستم که ای را استفاده کنم و ایره تانه مختص در کسایی نکنیم که سنشان زیاد شدن. ما هم میتونیم به عنوان استایل، به عنوان یک لباس قشنگ، همراه لباس ما استفاده کنیم. خب قشنگ هم است به انواع و اقسام مختلف رنگایش. دیگه ایره در بازار هم میتونن پیدا کنن. قیمتشون بگیم؟ خب قیمتش و یافت میشه نمیشه؟ اینیا کس از زرک کار شده، از امی تارای عادیش چی میشه؟ ای تارا چی هسته؟ خب چرمه برش میگن. چرمه آفرین، چرمکار. یه اصل به نظر مینیمی واسکت به نام واسکت چرمکاری میگفت. خب آره، البته نامش دقیق من یاد نمانده، نمیفهم که مادر اینا برتو نامشه چی گفته. ما اما که از مادر پرسان کردم، گفته که به نام واسکت خیاطی برش میگن، که بازی در شهرهای مختلف ما، در ولایات مختلف ما، مردم ما به نامهای مختلف میگن. که را میتونن که کامنت هم به ما نشته کنن که در شهر خودشون، در ولایات خودشون، در بین مردم خودشون به نام چی ای واسکت را میگن. دیگه ای واسکت در بازار پیدا میشه، ما خود ما از بازار گرفتیم. دیگه قیمتشون زیر 1000 افغانی هست، ارزانه. یه قدر زحمت سرش میکشه زیر 1000 افغانی؟ آره. چند ساعت دیگه منظورت هست؟ خب عزیزان، حالا بعد از واسکت میرسیم به اینی لباس که ما جورش کردیم به جانم است. یکی از بخمل است، بخملش مادر جان از ولایت غزنی گرفته. خب که بخمل در تمام افغانستان، در تمام ولایتش پیدا میشه، چون که مردم ما میپوشن از قدیم تا به حال. بخمل یک از تیکه های پرطرفدار مردم ما بوده. دیگه تیکش رو میتونیم که از
هر کجا برتون تهیه کنید مدلشم خودتان میتونین طراحی کنید. طرح تو کردی درسته؟ آره من این میرقم دوست داشتم این فرمایش دادم خیاط دختر سه تا دکمه آستینش داره و پیش یخنشون دکمه داره که فلان زیره از امی واسقط شده. خب یعنی کره میگه چی میگه؟ آره این کره که است قجیری است خب این انگشترهاشون در دست من است گوشوارهاشون اینجاست. خب و دیگه این نیره که میبینن نیره به نام سلسله میگن که مردم هزاره ما در قدیم از استفاده میکردن البته دیگه مردم های ما هم دارن در پیشانیشان به نام ماتیکه یا دیگه نایفون به چیزی نما یاد میکنن استفاده میکردن به عنوان آرایش به عنوان یک وسیله برای تزیین خودشان دیگه. آره یعنی بین فرهنگی بین مردم افغانستان در تمام اقوام ای رواج است. آره رواج است. خب انگشترهایت هم که قجیری است. قجیری هم یکش اینجاست. خب دیگه اینی شلوار رام که من پوشیدم ای تیکش لیلون میتن است که در سر شام ماشینی میدازنم دستدوزی. خب از من یک کمک دستدوزی دخته شده. یک کمک اونمو آره. دستدوزی؟ که کمشه دخترها زیاد خوش دارن و اگه دختش زیاد باشه بزرگ زنها خوش میکنن. خب اصلا دختش کم دیگه؟ از من دختش کم است. در این فضای قشنگ، این منظره را سایکو، این بگراند را سایکو، این لباس قشنگ را سایکو، محشر بنادارم. عزیزم، روزگاری، البته اینمی استایل اینمی تره، میان سالا میپوشده و امروش دیگه شاد بودن، خوشحال بودن و من فکر میکنم ترهایی که در روستا میشوده شاید فیل بداهه بوده باشه، یعنی از ذهنش همه تو آمده و طرح کرده و زیر ماشین برده و خیاطی کرده یا زیر نخ دستی، ولی قشنگه نه؟ قشنگه، تا جودانش گرفته، سلسلهش گرفته، تا طرح چادر و طرح بخمل و طرح واسکت که نامش ممکنه در هر ولسوالی در هر قریه شاید فرق کنه نامش. مثلا در قره‌باغ شاید یک نام داشته باشه، به جاغری ممکنه یک نام دیگه باشه و در ولایت های دیگه اگر به چنین طرحی بپوشه شاید یک نامی مخصوص دیگه باشه. آره. از این نامی واسکت مقصد ما در جان خانمایی که در بامیان هستم دیدم، در دایکندی هم دیدم، نقزنی هم دیدم، مردم بهسود هم استفاده میکنن. دیگه اگه دیگه ولایت هم استفاده میکنن میتونن دوستای عزیز ما در کامنت برای ما نشته کنن. آره طرح عمومی است و لباس واقعا قشنگه. ما برای لباس تو سات میتونم خب؟ البته لباس قبلی را که جور کرده بودیم را خیلی از دوستا پسندیده بودن خدا را شکر و امیدوار هستم که از این لباس هم دوست داشته باشن و دوستای عزیز ما خودشان هم میتونن که نظر به سلیقه خودشان یک لباس طراحی کنن که مثلا چی را با چی ست کنن و بپوشن و به اون محفل که میرن بیرن و خوش بگذرانن و از لباس خودشان هم خودشان لذت ببرن و هم دیگر هم. آره یک بخش بازم به این ویدیو هم بگم از یک بخش از چینل ما طراحی است، طراحی لباس و به این بخش البته تمام کار فاطمه جان میکنم، من فقط فیلمشم میگیرم مثلی که امروز ما فیلم بردار هستم. لباس های محلی، لباس های شهری، لباس های جدید، لباس های قدیم فاطمه جان تمامش باز تولید میکنه، البته به مسلقه خودش. ممکنه این واسکت بخمل خیلی قدیمی باشه ولی طوری که جور شده این به خواست فاطمه جان جور شده، یعنی طراحیش مثلا آستینی بخمل، یخنی بخمل و دامنی بخمل کلن به خواست فاطمه جان بوده. آره البته یک گفه بگویم که در برنامه قبلی دوستای ما گفته بودن که فاطمه در مورد طراحی نمیفهمه و طراحی یعنی که تو یک چیز را خیلی جدید
که هیچ کسی تا بال رو نپوشیده باشه یا ای که شکلش جدید باشه، مدلش جدید باشه، تو رو بسازی و اونو میشه طراحی. که البته عزیزا ما بگویم ما هیچ وقت ادعایی رو نکردیم که مثلا اینی رخمل ما خودم جور کردیم، یعنی واسکت ما خودم جور کردیم، یعنی چادر ساخت خودم است. به تو گفت نیست، ما فقط گفتم پیشتر که ما از ولایت‌های مختلف، ما از لباسای خانمایی که میپوشن و از تکای مختلف فقط میکس میکنم و یک چیزو میسازم که بر شما ارائه میکنم و مطمئنم که خیلی طرفدار داره. ما فاطمه جان گاهی وقتا می لباس عشایر میگن، در ایران فکرم عشایر میگن نه؟ در افغانستان هم کوچی میشن نه؟ اونا را کوچی ها یا همه کوچی های تمام کشور ها، خیلی کشور ها کوچی دارن دیگه نه؟ کسایی که زندگیشان متحرکه در یک جای زندگی نمیکنن، فصل ها را به جای مختلف پسر میبرن. من دیدم لباس های خیلی قشنگ عشایر ایران میپوشند، لباس های خیلی جالب کوچی های افغانستان میپوشند نه؟ و خوب است که ما به فرهنگ توجه بکنیم، به لباس توجه بکنیم و به گفته دوستا که گفتن فاطمه به طراحی نمیفهمم، به طراحی هم توجه بکنیم. درسته که طراحی کلی را تو نکردی، ولی نوعی ساختش، نوی استایلش مربوط تو میشه دیگه. سیت کردنش نه؟ آره. خب تبریک باشم، تبریک باشم. و این حالی اگر به دوستا بگوینم که نمی لباس مجموعاً چقدر هزینه گرفته؟ از پیجامه تا دمپایی تا تا چوریای تا سلسله و زولانی تا واسکتت کلن. خب کلش اگه بخواییم بگم از الف تا یا شاید که مثلا 7000. خب 7000 آره یا. البته امرای سلسله و امرای آره. این نقرهای اینا رو میتونی امرای هر لباس بپوشی درسته؟ آره لباس محلی رو میتونی امرایش بپوشی دیگه. اینا این فقط مربوطی لباس نیست نه؟ آره دیگه عزیزا زیاد قیمتش نمیشه، 7000 میشه سر تا پا. دیگه با 7000 میتونیم که یک استایل خیلی مقبول بزنین و دیگه کیف شب ببرین. تبریک باشه، تبریک باشه، تبریک باشه. همه ایش دیدیم و دوستا هم دید، امیدوار هستم که خوش همه عزیزا آمده باشم و فاطمه جان هر ماه یا هر دو ماه یک بار حتما یک برنامه لباس میداشته باشم که با خودم یکی از علاقمندای لباس تر لباس فاطمه جان هستم. چیزایی که جور میکنه برای خود خیلی قشنگه، خیلی برش میآید. مثل اینمی بخمل از ذا از سر تا پار سعی کنین. خوب سعی کنین عزیزم. اینمی چیزایی که هست که فاطمه جان برای خود ساخته و پوشیده و تنش هم خوب میگه. البته فاطمه جان لباس تو نمیتونه مقبول کنه، تو لباس رو مقبول کنه. جور باشی. خب دیگه چیز میگه فاطمه جان؟ دیگه گفتنی نمونده، فقط اگه کدام سوال داشتن در مورد لباس میتونن در زیر همه ویدیو کامنت بانن و همچنان در اینستاگرام میتونن مسیج بانن، من جوابشان هم میتونم. اینستاگرامت به نام چیز؟ به نام فاطمه نظری، به نام خودم. فاطمه نظری سرچ کنه میایی دیگه؟ آه دیگه. خوب است، حتما سرچ میکنه عزیزم و من علاقمندی این لباس شدم، شدیدن شدیدن میپسندم. امیدوار هستم که بخیر بپوشی، بخیر کنه کنی و دوستا هم زیاد زیاد خوششان آمده باشه. دیگه من فاطمه جان شما زار همیشه و همواره دوست داری. دوست داری. اما یار بنی میشو